سلام و وقت بخیر خدمت شما بینندگان گرامی. با ادامه پوشش ویژه با شما بزرگواران هستیم. طبیعتا همچنان که اطلاعات کافی هم در دست شما بینندگان گرامی هستش، اعتراضات و اعتصابات همچنان در کردستان و سراسر ایران تداوم داره و طبیعتا متاسفانه در این میان شماری شهید داریم، شماری هم طبیعتا زخمی و بسیاری هم بازداشت شدن در این میان. برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره در خدمت خانم جیلا مستجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشر هنگاو هستیم. خانم مستجر، خیلی خوش اومدید و ممنون از اینکه با ما هستید. با سلام و درود، وقت شما بینندگان محترم کورس کانال هم بخیر. اگه ممکنه اول آماری داشته باشیم از کشته‌ها، مجروحین و بازداشتی‌هایی که در کردستان وجود داره. بله، همینطور که خودتون هم در گفتگوهاتون اشاره فرمودید و اخبار رو رصد میکنید، در کردستان به ویژه از روز شنبه مراسم خاکسپاری خانم ژینا امینی تا الان امروز پنجشنبه 19 آبان ماه که بیش از 55 روز هست، انقلاب و قیام و اعتراضات شهروندان در سراسر ایران بالاخص در کردستان ادامه داشته، 62 نفر از معترضین با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی، نهادهای امنیتی و همچنین تحت شکنجه و ضربات شدید باتوم جان خودشون را از دست دادن. در این میان متاسفانه 7 زن وجود دارن، کودکان زیر 18 سال، نوجوانان زیر 18 سال 11 نفر بودن که تعدادی از اونها در داخل اعتراضات و یا در مقابل درب منازل خودشون از جمله آقای کمار در افتاده که در جلوی درب منزل خودشون هدف شلیک نیروهای مستقیم نیروهای امنیتی قرار گرفتن و متاسفانه جانشون رو از دست دادن. در این میان تعدادی از این افراد به طور مشخص با گلوله های جنگی از جمله گلوله اسلحه سازمانی کلاشینکوف جانشون رو از دست دادن و کودکانی هم هستن در این میان که به دلیل ضعیف بودن جسمشون و همچنین تأکید میکنم از فاصله نزدیک 2 متری و 3 متری بهشون شلیک شده، با گلوله های ساچمه، تعداد زیاد گلوله های ساچمه کشته شدن و یک مورد هم آقای ابراهیم اهل سنندج متاسفانه با مسمومیت شدید گاز اشکاور جان خودشون رو از دست دادن. تعدادی از این زنان جان باخته هم با ضربات شدید باتون بوده، یکی از موارد یک دانش آموز زیر 16 سال بودن در شهر سنندج که با ضربات شدید باتون جانشون رو از دست دادن و دانشجویان هم در میان این کشته شدگان هستن، خانم نگین عبدالملکی که در دانشجوی دانشگاه همدان بود، اهل قروه بودن که متاسفانه ایشون هم با ضربات شدید باتون جانشون رو از دست دادن. و منتها اونی که شایان ذکر هست، تعدادی از این جان باختگان جمهوری اسلامی در پی سناریو سازی داره کاری میکنه که اولا خانواده ها جرأت تایید خبر کشته شدن فرزندانشون رو نداشته باشن و دوما اینکه به جامعه جهانی بگه که این کشته شدگان با مسمومیت دارویی، با مسمومیت مواد الکلی و یا خودکشی جانشون رو از دست دادن و اخبار رو دچار اختلال بکنه. اما طی رصدهایی که ما داشتیم، منابع موثقی که داریم و علل خصوص در بیمارستان ها تونستیم تأکید بکنیم این افراد به طور دقیق توسط با خشونت شدید نیروهای امنیتی و نهادهای امنیتی جانشون رو از دست دادن و همچنین ما در میان این اعتراضات و این انقلاب متاسفانه بازداشت بسیار زیاد شهروندان رو شاهد بودیم. تعدادی از خب اگه آماری در دست هستش این آمار رو ابلاغ کنید که ما هم مطلع بشیم از آمارهای دقیقی که در کردستان و سراسر ایران وجود داره. بله، میدونید میخوام تأکید بکنم که این آمار هم در مورد جان باخته ها هم آمار پایانی نیست، چون ما دقیقا چند مورد داریم که کیس هایی هستن که خانواده ها نمیخوان و یا نتونستن که اونها رو تایید بکنن، به هر حال در دست بررسی هستن. این مورد هم در مورد بازداشتی ها هم همین دقیقا صدق میکنه، چون اولا خانواده هایی هستن که بارها به درب
نهادهای امنیتی مراجعه کردند، تایید نمی‌کنند که فرزندانشون در بازداشت هستند نیروهای امنیتی و اونها رو در میان نهادهای امنیتی پاسکاری می‌کنند. تا الان نتونستن از سرنوشت فرزندانشون اطلاعات دقیقی دست پیدا بکنن. اما ما تا امروز پنجشنبه 19 آبان بالغ بر 4200 نفر تخمین زدیم که در کردستان، شهرهای کردستان بازداشت شدن و تا امروز تونستیم بیش از 1000 نفر رو احراز هویت بکنیم. در میان این بازداشتی ها افرادی هستند که طبق گفته شاهدان عینی در حین بازداشت با ضرب و شتم شدید روبرو بودند، با خشونت بسیار شدید، و افرادی هم بودند که حین بازداشت زخمی بودند و وضعیت اونا واقعا اسفناکه. تعدادی از اونها اصلا مشخص نیست و نهادهای امنیتی تا الان تایید نکردن تحت بازداشت اونا هستن و این نگرانی خانواده ها و نهادهای حقوق بشری رو به دنبال داشته. اما اگه اجازه بدید آمار در مورد مجروحان هم اگه دارید ابلاغ کنید که ما بتونیم. میدونید یک مورد بسیار مهم هست که طی هفته های گذشته ما شاهدش بودیم، بازداشت فلهی و خشونت آمیز کودکان دانش آموز بوده که ما میدونیم با بازگشایی مدارس در این انقلاب دانش آموزان هم به این خیزش پیوستن، اما متاسفانه با خشونت بسیار شدید کارمندان مدارس، کارمندان آموزش و پرورش، به ویژه تعدادی از مدیران و معاونان مواجه بودن، اسامی اونها رو به نهادهای امنیتی دادن و این کودکان یا در داخل مدارس یا در مسیر مدرسه به منزلشون بازداشت شدن. تعدادی از اونها هنوز در بازداشتن و ما تا الان 83 مورد بازداشتی کودکان دانش آموز رو داشتیم، 39 مورد دانشجو بازداشت شدن به ویژه در دانشگاه های سنندج، علوم پزشکی سنندج، که تا امروز هم از روز 7 آبان به طور کامل این دانشجوها تحصن کردن و وارد کلاس های درس نشدن. و همچنین 23 مورد بازداشت معلمین رو داشتیم، همین چند روز پیش بود. یکی از معلمین شهر مریوان عکس‌هاش هم منتشر شد که با چه خشونتی مواجه بوده در بازداشتگاه و متاسفانه وضعیت همه اینها در حاله از ابهام قرار گرفته. تعداد بسیار انگشت شماری از این افراد بازداشتی تا الان آزاد شدن، اون هم با وثیقه های بسیار سنگین. و اتهاماتی هم که به تعدادی از این افراد معترض داده شده محاربه هست که واقعا وضعیت رو خیلی وحشتناکتر کرده. خب اگه اشاره هم داشته باشیم به آمار سراسر ایران، آمار کشته ها، مجروحین و بازداشتی ها. ببینید یک مورد رو اشاره بکنم، کل متاسفانه افراد جان باخته در کردستان 20% تا الان امروز 20% تمامی کشته شده های کل ایران رو تشکیل میده. بنابراین طبق گزارشاتی که امروز منتشر شده بود، نهادهای حقوق بشری ایران منتشر کرده بودن، از روز 26 شهریور ماه تا الان 328 نفر در کل ایران کشته شدن. اما خب تأکید نمی کنم این آخرین آمار باشه و حتما کیس هایی هست که در دست بررسی است و اعلام کردن هم که 50 نفر از این افراد کشته شده به طور مشخص کودکان زیر 18 سال بودن، که من قبلا هم اشاره کردم که 11 تن از این افراد کشته شده ها در کردستان کودک بودن. خب تا آمارهایی که مطرح شد نشان از فاجعه ای که جمهوری اسلامی داره جنایتی رو انجام میده در داخل ایران و مردم معترض رو از کودک، زن، جوان و پیر و بزرگسال داره سرکوب میکنه. در مقابل نهادهای بین الملل و مدافع حقوق بشر تا کنون چه موضع مشخص و روشنی اتخاذ کردن در این راستا؟ ببینید خب مردم ایران، من میخوام اینجا اینو بگم که مردم ایران با این میزان سرکوب شدیدی که در ایران و کردستان هم میبینیم، مثلا سنندج 55 روز هر شب با صدای شلیک گلوله های ممتد میخوابن و فرداش بیدار میشن به خیابون ها میان اعتصاب میکنن. مردم ایران اولا اصلا هیچ گوش نمیدن به سرکوب شدید، تصمیم خودشون رو گرفتن که حتما باید بنیاد این حکومت سرکوبگر ریزش پیدا کنه و دوما هیچ انتظاری از نهادهای بین المللی ندارن، چون قبلا ها همچین آزمونی داشتن نهادهای بین المللی، اروپا، آمریکا، نهایتا در حد یک بیانیه محکومیت همراهی بکنن با
مردم ایران، مردم معترض، مردم انقلابی و این خود مردم هستن که باید تصمیم بگیرن چه حکومتی رو میخوان و تا کجا ادامه بدن، که ما میبینیم ویدیوها، شعارها، عکسها و تصاویر و اخباری که از داخل ایران و کردستان مخابره میشه، روز به روز جان تازه‌ای به این انقلاب و پایان جمهوری اسلامی میده. خیلی ممنون از حضورتون خانم مستجر در برنامه. مرسی، بزرگواری. بینندگان گرامی، به پایان این بخش پوشش ویژه رسیدیم و خدا نگهدار.